واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز پنجشنبه 17 اسفند ماه با جلسه 10 از سلسله برنامه‌های پیرامون انقلاب‌ها در خدمت شما هستیم و این مباحث رو ادامه دادیم تا به آرا و اندیشه‌های جان لاک رسیدیم. در نوبت پیش عرض کردیم که چرا اندیشه‌های جان لاک اهمیت داره، چون اندیشه های او علاوه بر اینکه در انگلستان سبب تثبیت سلطنت مشروطه شد، به نحوی در میان آبا و پدران بنیانگذار امریکا هم اسباب و عللی شد برای انقلاب و بعد خب قانون اساسی و چیزهای دیگر. نقش دیگر اندیشه های لاک به این دلیل اهمیت داره که او جزء نخستین نیروهایی است که سعی میکنه نیروهای انقلابی بسازه، به این دلیل که فضا پیش از لاک به نحوی است که اندیشه های مسیحی یا بعضا فیلسوفان سیاسی سعی میکنن مردم رو متنبه بکنن، پرهیز بدن از اینکه درست نظم سیاسی بده، درست پادشاه ظالمه، اما انقلاب بر علیه او یا شورش و قیام بر علیه سیستم سیاسی اسباب هرج و مرج رو فراهم میکنه. بنابراین هیچ چیز نمیارزد به این که ما بخوایم دست به هرج و مرج و آشوب بزنیم. حتی پیشتر عرض کردیم که هابز به عنوان کسی که معتقد بود اجتماع حاصل قرارداد اجتماعی است، اما از آن طرف هم به این مسئله اقرار میکنه که وقتی شما قرارداد اجتماعی رو بستی، دیگه اون لویاتان دولت یا اون حاکم دارای این قدرته که هر جور که بخواد جامعه رو اداره بکنه، تنها استثناش تعرض به جان در واقع نیروهای اجتماعی است، یعنی مردم یا رعیت یا هر گروه دیگری. در غیر این صورت مردم حق ندارن بر علیه دولت یا شاه قیام. و نکته جالب این که خب هابز در عصری زندگی میکنه که انقلاب میبینه، هرج و مرج میبینه، شورش میبینه و سعی میکنه در کتابهای دیگر خودش جدای از لویاتان، یعنی کتاب بهیموت و درباره شهروندی و دیگر کتابها، اشاره بکنه که جوامع به دلایل خاصی دچار فساد شدن از منظر او، که برخیش اندیشه های یونانی است، بخشی دیگر اندیشه هایی است که وارد مسیحیت شد، مسیحیت رو عقلانی کرد، حالا من اگر فرصت بشه امروز نکاتی عرض خواهم کرد، و بخش دیگر اندیشه های انسان دوستان یا اومانیست هایی است که از عصر رنسانس انسان رو محور قرار میدن و دیگه جایگاه خدا و خب طبیعتا نماینده او یعنی شاهان متزلزل میشه. در واقع این نکته بسیار مهمی است که جوامع تا زمانی که آگاهی به اونها داده نشه وضعیت نامطلوب خودشون رو درک نخواهند کرد، یعنی احساس خواهند کرد که خب این یک وضعیتی است که یا خدا خواسته یا وضعیتی است که ما باید تحمل بکنیم. چرا این مسئله اهمیت داره؟ به این دلیل که من کوتاه نکاتی رو عرض کنم از حالا آباء کلیسا، پدران کلیسا و بنیانگذاران اون فلسفه سیاسی مسیحی که اینها نقش داشتن در ایجاد یک جامعه‌ای که مردمش منفعل باشن، یعنی مردمی که احساس کنن نظم سیاسی داره تقدسی است، پادشاه یا حاکم داره تقدسی است، نماینده خداست، و در نتیجه وقتی ما در برابر شاه قرار میگیریم گویی در برابر خدا قرار گرفتیم. شما امروز هم در جمهوری اسلامی وقتی کلمه محاربه با خدا رو به کار میبرند، به این معناست که این نظام، این نظم سیاسی، این احکام شرعی است که خداوند اون رو نازل کرده
و شما در برابر روحانیت قرار ندارید، در برابر خدا قرار دارید. وقتی حجاب رو منکر میشید، وقتی خواستار براندازی یک رژیم دینی میشید، در واقع دارید با خدمتگزاران و کارگزاران خدا مقابله میکنید. بیایم نگاه بکنیم جای پای این رو که در قرآن هم هست: اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت بکنید از خدا و رسول و اولو الامر یعنی صاحبان امر، صاحبان امر سیاسی که از شما هستن. آیا چون این مسئله در مسیحیت هم وجود داشته؟ بله، صده ها قبل از اسلام در مسیحیت هم ما این رو میبینیم. ارازی از رساله پولس رو بخونیم: هر شخص مطیع قدرت های برتر بشود. داره نصیحت میکنه به مسیحیان، در واقع در نامه‌ای است که به رومیان نوشته. زیرا که قدرتی از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب شده است. میگه هیچ قدرتی وجود نداره مگر اینکه از جانب خداست. عیناً همین رو شما در قرآن میبینید. آیه 26 آل عمران به همین مسئله اشاره داره. هیچ قدرتی وجود نداره، هیچ حاکمیتی وجود نداره مگر از جانب خدا. خداست که به هر کس بخواد میده، از هر کس هم که بخواد باز میستانه. حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد. چون قدرت از خداست. وقتی در برابر او بایستم، گویی در برابر مشیت خدا ایستادم، اراده خدا ایستادم. و هر که مقاومت کند، حکم بر خود آورد، یعنی مجازاتش به گردن خودشه، خودش مسبب رفتاری است که حاکمان با او میکنن. حاکم خادم خداست. برای تو به نیکویی، لکن هرگاه بدی کنی بترس، چون که شمشیر را عبث بر نمیدارد، زیرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدکاران میکشد. در جای دیگری پتروس هم همین رو اشاره میکنه: هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید، خواه پادشاه را که فوق همه است و خواه حکام را که رسولان وی هستند. به جهت انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین نیکوکاران، زیرا که همین است اراده خدا که به نیکوکاری خود جهالت مردمان بیفهم را ساکت نمایید. از خدا بترسید، پادشاه را احترام نمایید. اینها رسائل اولیه جهان مسیحیت، یعنی جایی که خود عیسی اشاره میکنه که سلطنت یا پادشاهی من در این دنیا نیست و شما یک جدایی میبینید میان مسیحیت و آن چیزی که به عنوان امر سیاسی است، یعنی دین و سیاستی که از هم جدا میشن. چون خود عیسی هم پادشاهی نکرد، برخلاف پیامبر اسلام به نوعی حکومت تشکیل نداد و مؤمنان خودش رو هم پرهیز داد از اینکه سلطنت من مال این دنیا نیست، مربوط به یک ملکوت دیگری است، مربوط به یک جهان دیگری است. در این فضا مؤمنان مسیحی ترجیح میدن که وارد امر سیاسی نشن، دیگه دخالت نکنن. اما یکی دو مشکل پیش میاد که مسیحیت رو هم وارد فاز سیاسی میکنه. اون دو مشکل چیست؟ نخست اینکه زمانی که مسیحیت دیگه تبدیل میشه به دین رسمی، خب شما نیازمند این هستید که همین مسیحیان رو که الان در درون جامعه هستن وارد فضای سیاسی بکنید، بیان در دربار خدمت بکنن، در ارتش خدمت بکنن، بجنگن، بکشن، کشته بشن. خب تا دیروز گفته بود که وارد کار سیاسی نشید، برید کنار. حالا از زمانی که مسیحیت تبدیل شد به دین رسمی، خب شما نیاز دارید به نیروی انسانی، یعنی ایدئولوژی یا تفکری که امر سیاسی رو امر بدی ندونه.
اون اندیشه های اولیه مسیحیت که در دوران ضعف هست، بخشیش میراث فلسفی رواقی است، اپیکوری است، که میگه کاری به سیاست نداشته باشید، برید دنبال پرهیزگاری خودتون. سیاست جایی است که انسانها رو آلوده میکنه به قدرت، به ثروت، به جنایت. حالا مسیحیت شده دین رسمی. آیا ما میتونیم به مردم بگیم که شما وارد سیاست نشید، برای ما نجنگید؟ طبیعی که من باید اونها رو مجاب کنم که وارد این فضا بشن. از اینجاست که فیلسوفان سیاسی مسیحی شروع میکنند به گشتن میان آثار متعددی که از عیسی و حواریون او هست، که بخشهایی رو بر بکشند برای اینکه مسیحیان هم میتوانند در امر سیاسی دخالت بکنند یا به نوعی سعی بکنند اون رو بپذیرند. خب یکی از اولین فیلسوفان و یکی از مهمترین فیلسوفان جهان مسیحیت سنت اگوستینه. وارد زندگیش نمیشم چون اهمیت نداره، اما سنت اگوستین سعی میکنه دولت رو توجیه بکنه. یه کتاب معروفی هم داره به نام شهر خدا که فلسفه نگارش اون برمیگرده به سقوط امپراتوری، که خیلی ها گفتن که خب این امپراتوری ما که مسیحی بود، دست خدا با او بود، دولت عیسی بود، چرا توسط بربرها از بین رفت؟ این نشان میده که مسیحیت حق نیست. پس ما رومیان باید برگردیم به سراغ همان دینی که در گذشته داشتیم. مسیحیت ما رو ذلیل کرده که بربرها از مناطق مختلف شمالی آمدند و ما رو یا امپراتوری ما رو از بین بردن. سنت اگوستین در کتاب شهر خدا میخواد بهش پاسخ بده، بگه نه، اینطوری نیست که شما فکر میکنید، مقصر خودتونی، ربطی به مسیحیت نداره. یه چیز شبیه به همین چیزی که الان آخوندهای ما میگن، میگیم خب قوانین اسلام رو اجرا کردید، این جامعه‌ای که برای ما ساختید ایناست. میگن نه، ربطی به اسلام نداره، آخوندا بعد اجراش کردن. که دروغ میگن، اسلام همینه. تازه آخوندا خیلیش اجرا نکردن. اگر جامعه امروز ما میشد مدینت و نبی، یک فاجعه عظیمی به بار می آمد. هیچ کس حاضر نیست در جامعه مدنی پیامبر یا کوفی علی زندگی بکنه. حالا ما در بحث‌های مربوط به زندگانی علی به او خواهیم پرداخت. سنت اگوستین داره اینجوری توجیه میکنه در کتاب شهر خدا، میگه بله، امپراتوری مسیحی در روم سقوط کرد، اما این به دلیل این نبود که مسیحیت حق نیست، مسیحیت بده، به این دلیلی که ما مردم نتونستیم یا ما مسیحیان نتونستیم اون کارهای خودمون انجام بدیم. او سعی میکنه تلفیقی که در گذشته به نوعی ایجاد نشده بود رو به رسمیت بشناسه، یعنی بگه اصلا مسیحیان نمیتونن دولت مسیحی تشکیل بدن، دولت فقط حق داره بیاد بستری رو آماده کنه که مؤمنان مسیحی عبادت خودشون رو انجام بدن، اعمال خودشون رو انجام بدن، اون فضیلت‌ها و پرهیزگاری مسیحیت رو بارور بکنن، اما منتظر یه جهان دیگه باشن. خب اون دولت رو چگونه توجیه کنه؟ میگه دولت مجازاتی است که خدا برای مردم در نظر گرفته. یعنی وقتی مسیحی سوال میکنه که خب من این دولت رو برای چی باید بپذیرم؟ شما که میگی من باید منتظر دولت دیگری باشم، دولت امام زمانی باشم فرضاً، خب الان این دولت من چرا باید بپذیرم؟ ایشون میخواد مشروعیت دولت هم موجه کنه. میگه دولت هم خواست و اراده خداست، اما حاصل این نیست که ما انسان ها اونو تبیین کرده باشیم، طراحیش کرده باشیم، بلکه اراده خداست که بنابر اون گناه اولیه ما حاکمانی رو بر خودمون داریم که اینا شرورن، درست رفتار نمی کنن. به همین دلیل بردهداری رو هم سنت اگوستین میاد و توجیه میکنه. اما هنوز جداست میان اندیشه های سنت اگوستین بحث دین و دربار یا بگیم سلطنت. در اندیشه های عیسی دو تا مفهوم وجود داره که به نام دو شمشیر ازش نام میبرن، یک شمشیر دیانت، یک شمشیر سیاست یا شمشیر پادشاهان. در زمان قرن حدود 11 هم یه شخصی به نام پاپ گریگوریوس 7 میاد
آدم معروفی هم نیست ولی اندیشاش تاثیرگذار بود. او آمد و گفت اساساً چیزی شبیه خمینی ما بود به نوعی. البته خمینی هم خب از اندیشه های ملا احمد نراقی ها و دیگران استفاده کرد در تبیین ولایت فقیه. این پاپ گریگوریوس هفتم آمد و گفت اصلا این دوتا شمشیر با هم همکاری بکنن. یعنی شما نمیتونید بگید دین از دربار جداست. در واقع از اینجا او دولت مسیحی رو کلید میزنه که بعدها امپراتوری جرمن تبدیل میشه به امپراتوری مقدس رومش روم یا شالمانی و کارولینژیان ها. اینا حاصل این اندیشه هم. ببخشید. پس در واقع در درون این تفکر پاپ گریگوریوس هفتمه که شبیه به آنچه که خمینی برای ما آورد او برای جهان مسیحیت آورد. یعنی دین و دربار رو با هم تلفیق کرد و گفت پادشاهان همون نمایندگان خدا هستن و این دو دارن با هم کار میکنن. منتها پادشاهی دین اولویت داره بر پادشاهی دربار، مثل همون چیزی که در زمان صفویه برخی ها این رو برجسته کردن. یعنی به نوعی پادشاهان صفویه رو هم داره مشروعیت میدونستن، اما مشروعیت فقها رو بالاتر از اونا در نظر میگرفتن، چون اونها متولیان دنیا بودن، متولیان جهان دیگر بودن. اونها پادشاهان خب صاحبان شمشیر در این دنیا بودن، اونها این آخرت بر دنیا ارجحیت داره. سبب رستگاری مؤمن اینه که در این دنیا به خوبی رفتار بکنه، بتونه گلیم خودش از آب بیرون بکشه و بره. بنابراین گریگوریوس سعی میکنه دو شمشیر رو با هم تلفیق کنه. این موضوع وجود داره تا زمانی که سنت اکویناس، توماس اکویناس در حدود قرن 12-13 شروع میکنه با یک اندیشه دیگری این دو رو از هم جدا کردن. یعنی اندیشه های اکویناس که برگرفته از اون قوانین رومی بود به اضافه عقل و مسیحیت، سعی میکنه نشان بده که نه، دولت فضایی رو باید فراهم کنه که مؤمنان یا مردم دیگر هم از اون بهره ببرن و در اونجا شایستگی های خودش رو نشان بدن. اما کماکان به مسائلی مثل مقید شدن، دینی شدن و خیلی چیزهای دیگر هم باور دارن، اما داره عقلانی ترش میکنن. و بعد از اون هم خب جان کالوین و دیگران آمدن، اساسا دولت کلیسایی آوردن، جنایت های عجیب و غریبی رخ داد و مسائلی از این دست. پس ببینید دقیقا مثل سلسله جبال، اندیشه مسیحی هم بالا و پایین داشت. قدرت گرفت جدا شد، قدرت گرفت جدا شد، بین دین و دربار تلفیق صورت گرفت، افتراق صورت گرفت. خواهم عرض کنم اینا یک فرایند خاصی است که اندیشمندان مختلف سعی میکنن اونها رو جدا بکنن. در زمان لاک مسئله بر سر اینه که یک عده‌ای که ما عرض کردیم مثل سر رابرت فیلمر، اینا معتقد بودن که اصلا شاه حق خدایی داره. دیگران مثل هابز معتقد نبودن شاه حق خدایی داره، اما معتقد بودن اون سلطنت مطلقه داره و این سلطنت مطلقه مبناش قرارداد اجتماعی است و مردم حق انقلاب ندارن، چون یه بار که قرارداد بستید دیگه برای همیشه باید تابع اون حاکم باشید. اینجاست که اندیشه های لاک تأثیر گذاره، چون او میاد و میگه نه، حق حاکمیت مردم قابل تفویض و تنفیذ و وکالت دادن و نمایندگی مادام العمر نیست، بلکه بسته به شرایط داره. لاک میگه ما انسان ها بدون دولت آزادی داریم، مالکیت داریم، ثروت هم داریم، خانواده داریم، دوستان داریم، روابط داریم، اما هیچ کدومش تضمین شده نیست. یعنی من اگه دولت نباشه مالک هستم، میتونم برم یه زمینی رو بگیرم آباد کنم، اما اگر یک زورمندی آمد و زمین من رو گرفت، من چیکار باید بکنم؟ چطور میتونم حق خودم رو یعنی مالکیت رو اثبات کنم؟ چطور میتونم برای خلع ید غاصبانه اون شخص به یک داور یا یک
مرجع رجوع بکنم؟ اون مرجع چطور میتونه خلعیت بکنه و این شخص رو بیرون ببره از دارایی من؟ خب نشدنیست. بنابراین ما از وضع طبیعی به وضع اجتماعی میرسیم، به وضع مدنی یا سیاسی میرسیم، که ویژگی وضع مدنی در اندیشه لاک حول سه محوره: یک، وجود یک قانون که مناسبات اجتماعی رو برای ما مشخص میکنه، مثلا مالکیت چیه، سلیمانی چطور میتونه مالک بشه، چطور میتونه کار خودش رو پیش ببره، طبقه قانونی باید به رسمیت شناخته بشه که اگه هر کسی این کارو بکنه مالک. اگر دو نفر با هم قرارداد بستن، قرارداد محترم، این باید طبق یک سندی باشه و ما با میگیم قانون. دوم این که اگر این قانون زیر پا گذاشته شد، یک مرجعی باید فصل خصومت بکنه که حق با سلیمانیه یا با شخص دیگر. و سوم این که وقتی فصل خصومت شد، اون حکم باید اجرا بشه. در نتیجه ما نیاز به یک مرجعی هم داریم که بتونه اون حکم رو اجرا بکنه. و در این صورته که اون آزادی ها یا به نوعی دارایی ها، چون لاک از دارایی استفاده میکنه و ذیل اون مالکیت رو هم قرار میده، آزادی ها و ارزش ها رو هم قرار میده، این هم جز دارایی های ماست، حقوق رو جز دارایی های ما در نظر میگیره. پس در جامعه مدنی که ما صاحب حق میشیم، خیالمون راحته. اگه کسی مالمون رو ببره، میریم به دولت میگیم. لاک صحبتش اینه که انسان ها بی جهت نمیان آزادیشون رو بدن، مگر اینکه احساس کنن در این اعطای آزادی یه منفعتی هم براشونه. مثل که شما در یه شرکت بیمه سرمایه گذاری میکنی، ممکنه تا 10 سال حادثه‌ای برای شما اتفاق نیفته، اما هر ساله دارید بیمه خودروتون رو میدید یا بیمه شخصیتون رو میدید. برای چی؟ برای که اگر روزی اتومبیل شما تصادفی کرد، خانه شما آتش گرفت، به سرمایه و دارایی شما خلل وارد شد، اون شرکت بیمه بتونه اون حق بیمه شما رو پرداخت، خسارت شما رو جبران. پس ما امروز داریم بخشی از سرمایه و پول خودمون رو میدیم که اگر روزی برای سرمایه ما، برای دارایی ما مشکلاتی پیش آمد، شرکت بیمه یا دولت بتونه از ما حمایت کنه. لاک میگه وظیفه دولت این. نه، مشکل در جاییست که لاک میگه این دولت خودش ما رو در یک وضع طبیعی قرار میده. یعنی اگه من میترسیدم که این ملک من رو یه آقایی بیاد ببره، حالا خود پادشاه میاد میبره، خود حاکم میاد میبره. دیدید دیگه در تاریخ بشری چه اندازه املاک دیگران غصب شد، به عنوان غنیمت گرفت، به گروه های مختلف حمله کردن. جان لاک میگه خب من آمدم این حق رو به دولت دادم، اما حالا خود دولت همون کاری رو داره انجام میده که من از ترسش یک شخصیت حقوقی ساختم. مثلا اون شرکت بیمه، ما ساختیم که از ما حمایت بکنه، اما شرکت بیمه خودش میاد ماشین منو برمیداره میبره، پاسخی هم نمیده. خب من برای چی شرکت بیمه رو ایجاد کردم؟ اینجاست که لاک وارد بحث نقض قرارداد اجتماعی از سوی دولت ها میشه و این حق رو برای مردم به رسمیت میشناسه، یعنی حق دفاع مشروع، چیزی که در گذشته وجود نداشت. در گذشته اگر پادشاه جنایت میکرد، اگر پاپ یا کشیشان دست به جنایت میزدن، مردم این حق رو پیدا نکرده بودن از نظر ذهنی و اون خودآگاهی که وارد مبارزه با اونا بشن. احساس میکنه خب این نماینده خداست، همونطور که خدا میتونه جان من رو بگیره، اونم داره جان منو میگیره. همونطور که خدا حق داره کافران رو مجازات بکنه در قیامت، خب اینم داره کافران رو مجازات میکنه. به همین دلیل مردم حاضر میشدن اون جردان و برونو، وقتی اون سخن معروف لعنت بر این جهل مقدس رو مطرح میکنه، برای همیناست. یعنی اگر یک روشن فکر یا روشنگر یا یک منتقد یا مرتد رو می آوردن در میدان شهری، می خواستن بسوزانه، مردم می گفتن خدا هم این کار رو کرده، در روز قیامت این کار رو خواهد کرد.
در جهنم اینا رو قرار بسوزونه. پس وقتی نماینده خدا در این دنیا هم داره این کارو میکنه، پس ایرادی نیست. دیگه مقاومت در برابر احکام الهی موضوعیت نداشت. دیگه پادشاهان و کشیشان آدمای عادی نبودن، بلکه نمایندگان خدا بودن. و گویی ما با تجسم خدا بر روی زمین داریم می جنگیم. خب اهمیت اندیشه های لاک رو عرض کنیم. برای ما هم همینه. زمانی که این حکومت دینی بر سر کار آمد، مدعی بود که حکومت امام زمانه. خب مردم احساس میکردن که دارن در برابر دولت امام زمان قرار میگیرن، کما اینکه دولت مهدی بازرگان ها رو دولت امام زمان میدونست. معرفی میکردن، یعنی از تحمیق مردم و اون علائم دینی استفاده میکردن. خب طبیعی بود که این فضا باید بشکن. منتقدان دین، روشنگران و روشنفکران جلوشون بیستن، بگن این احکام ظالمانه است، این احکام کارا نیست، به درد امروز نمیخوره. مربوط به زمان خاص خودش بوده. بنابراین اگر آخوندی آمد و خود رو مدعی دانست مبنی بر این که چون امام زمانی داشتیم و ایشان تشریف بردن در سردابه سامر را 1200 سال قبل، حالا به من خمس بدی، حالا به من و اون دستگاه من تبعیت بکنید، من مرجع تقلید شما، اگه گفتم این کارو بکنید انجام بدید، گفتم نکنید انجام ندید. خب این آگاهی کاذب باید شکسته بشه. این آگاهی باید به مردم داده بشه که از این فضا باید بیاید بیرون. خب اینا رو کی انجام میده؟ نخبگان جامعه. کار بسیار دشواری هم هست. همین دلیل ارزش کار لاک برجسته است، چون سعی میکنه مردم رو از اون فضای تبعیت، بردگی و عبودیت بیرون بیاره. خب ما سعی کردیم فرازهایی از اندیشه لاک رو بخونیم، ادامه میدیم این بحث رو. فقط خواستم زمینه بحث برای عزیزان روشن بشه که ما داریم در مورد چه کسی صحبت میکنیم و چرا. خب لاک داره در مورد وضع طبیعی سخن میگه. چند نکته رو هم میگه که من ذکر میکنم. از این رو کسی که تلاش میکنه تا مرا برده خود سازد، خود را در وضعیت جنگ با من قرار داده است. دقت کنید این مسئله خیلی مهمه، چون همین بردگی که از نظر ما امروز خیلی مذمومه، در گذشته اینطوری نبود. افلاطون و ارسطو که اونها عقلا و بزرگانی بودن، مثلا آقای نورس وایت هید میگه تمام فیلسوفان پاورقی هستن بر افلاطون، اما همون افلاطون در دستگاه فکریش بردهداری رو توجیه میکنه، موجه میدونه. سنت اگوستینی که من عرض کردم بردهداری رو موجه میدونه، این رو حاصل گناهان اولیه میدونه. خودش این بحثا که چرا اون گناهان اولیه حضرت آدم و اینا فقط به یه عده سرایت کرده، چرا فقط یه عده برده هن؟ دیگران هم که فرزندان همون آدمی هستن که خطا کرده، اینها آزادن، میتونن اونی گیر برده بکنن. اون تناقضه. اما سنت اگوستین میخواد اینا رو موجه بکنه. لاک داره میگه این وضعیت بردگی حاصل تهاجم افراد به منه. یه نکته هم عرض کنم، جان لاک یه کتابی داره جستاری در فهم بشر، یکی از کتابای مبنایی و پایه‌ای معرفت شناسی است. هنوز هم بسیار اهمیت داره خواندن این کتاب. لاک در این کتاب میخواد بحث رو به اینجا بکشونه که انسان‌ها زمانی که متولد میشن چیزی در ذهنشون نیست، هنوز آموزشی ندیدن. به مرور زمانی که به واسطه تجربه، آگاهی و آموزش‌های پیرامونی شکل میگیرن، وضعیت خودشون رو درک میکنن. یعنی همون بحث جامعه پذیری که ما داریم. یعنی یک کودک درکی نداره که برده است، یه کودک درکی نداره که اعیان و اشراف زاده است. به مرور که بزرگ میشه پدر خودش رو میبینه که خدمتگزار یه اربابی است، میگه خب ما برده ایم، اربابم اگه پدر من رو میزنه ایرادی نداره،
فردا هم اگه پسر ارباب منو زد ایرادی نداره، چون اینجوری جامعه پذیر میشه. فرزند ارباب هم همین فکر رو میکنه، به مرور بهش یاد میدن که تو وضعیتت اینه، با اینها هشت و نشت نکن، با اینها نشین، با اینها برخورد نکن. ژان ژاک روسو یکی از عوامل فساد شاهزادگان رو همین میدونه، که اینا با مردم نیستن. در درون دربار به اینا تبختر رو یاد میدن، کبر و غرور رو یاد میدن، نخوت رو یاد میدن، که بابا اینا رعیت هم باید دستتو ببوسن، باید پاتو ببوسن. میگه این شاهزادگان از کودکی وقتی اینجوری آموزش میبینن داره فساد شخصیتی میشن، با مردم نحوه برخوردشون خیلی بده. و متاسفانه ما در قرن 21 هم داریم اینها رو میبینیم، طرف خم میشه دست یکی رو میبوسه، پای یکی رو میبوسه، یکی مدعی چکمه آقا رو باید لیسید. دیدید دیگه چرا؟ چون فضا بر سر همون داستان ارباب بردگی است. روسو میگه چه چیزی اینو فاسد کرده؟ آموزش، ادبیات، اخلاق، هنر. وقتی کسی تصویری رو میبینه که همه خم شدن در برابر یک انسانی، حالا فرق نمیکنه شاه باشه یا کشیش باشه، او هم تو ذهنش میره. یاد میگیره. وقتی هنر و ادبیات مردم رو مجاب میکنه که تن بدید به استبداد، این در درون جامعه جامعه پذیری میشه. مکیاولی که از نقدایی به مسیحیت داره همینه، میگه اندیشه های مسیحی مردم رو زبون میکنه، خار میکنه. میگه کتکی تم زدیم تحمل کن. در نهایت اگر خیلی دیگه حاکم ظالم بود، از خدا بخواه او رو برداره، به جا شخص دیگری برای شما بیاره. لاک داره این وضعیت ها رو برای ما تبیین میکنه. یه کسی خواست مال من رو بگیره، جان من رو بگیره، یعنی من رو در وضعیت جنگی قرار داده، من رو میخواد برده خودش بکنه. از این رو کسی که تلاش میکنن تا مرا برده خود سازد، خود را در وضعیت جنگ با من قرار داده است. یعنی دیگه شما چون و چرا نکنید. الان ما در ایرانمون در وضعیت جنگ هستیم. چرا؟ چون انسان آزاد، صاحب عقل، صاحب خرد، میخواد به آزادی بیان داشته باشه، میخواد مالکیت داشته باشه، شغل داشته باشه. این آزادی اوست که پوشش خودش رو انتخاب کنه، با هر کسی خواست مراوده بکنه، هر چیزی خواست بخوره. اما رژیم بهش میگه نه، تو حق نداری هر چیزی رو بپوشی، اون چیزی رو باید بپوشی که من میگم. با کسی ازدواج بکنی که در دین ما مورد قبوله. حق نداری آزادانه مثلا دختر و پسری برن در یه محلی با هم زندگی بکنن، اصلا چیزی نیست. شما باید از طریق اون ایدئولوژی محرم بشی، باید بری زندگیتون بکنی. اخلاق اون چیزی که من به شما میگم، یعنی رفتارها اون چیزی که من به شما میگم. مقصود چیه؟ مقصود اینه که شما در درون ایدئولوژی هایی دقیقا مناسبات بردگی رو دارید. برده آزاد نیست، همه چیزش مال مولاست. در بعضی از دولت ها هم همینطوره، انسان ها آزاد نیستن. بسیاری از کنش ها، واکنش ها، رفتار ها، ارزش ها، مطالبات تا اونجایی مورد قبوله که ارباب قبلا به شما گفته باشه. همین وضعیت الان ما هم داریم، یعنی وضعیت جنگی است. کسی که در وضعیت طبیعی قصد گرفتن آزادی را داشته باشد، که متعلق به همه کسانی است که در آن وضعیت به سر میبرند، باید یقین داشت که او قصد گرفتن همه چیزهای دیگر را نیز دارد، چرا که آزادی بنیان و اساس همه چیزهای دیگر است. البته در اینجا من یک نکته رو عرض کنم، خیلی ها معتقدن آزادی بنیان همه چیز هاست، اما خود آزادی یک مفهوم خیلی گسترده است. و ما وقتی در مورد بحث خیر همگانی صحبت میکنیم بر خطاییم، چون من اینو میخوام عرض کنم، به نکته بسیار مهمی هم در اون هست.
عده‌ای سعی می‌کنند در درون هر سیستم استبدادی، فرق نمی‌کنه، میگن وضع ما خوب بود. میگیم خب میشه با ما بفرمایید چرا وضعمون خوب بود؟ میگه بله، بفرمایید. نانمون آماده بود، شرابمون آماده بود، تفریحمون هم آماده بود، آزادی پوشش داشتیم و اینا. میگیم خب بسیار هم عالی. اما آیا اینا خیر همگانی است؟ نیستی ما صحبت از خیر همگانی میکنیم و چی صحبت میکنیم؟ فیلسوفان سیاسی در مورد خیر همگانی 4 دیدگاه دارن. 2-3 کنار میذارم. این یه بخشی که مهمتره رو تبیین میکنیم. ببینیم چه اندازه ما بر خطاییم. بسیاری معتقدن وقتی شما به محصولات نگاه میکنی باید کمی عقبتر برید. ببینید اینا رو از چی به دست آوردید. مثلا میوه یک درخت خیره یا خود درخت خیره؟ کدوم یکی مهمتره؟ خب میدونیم اگه درختی نباشه میوه‌ای هم نیست. به همین دلیل اگر کسی برای چیدن میوه درخت رو قطع کنه، به شما ضربه زده، یه خیر کوچیکی رو به شما داده، چون درختی که قطع شده دیگه سال دیگه میوه نخواهد داد. پس اگر کسی آمد درختی رو قطع کرد و بعد گفت خب این میوه رو چیدم برای شما آوردم، بفرمایید این خیر شماست، ما رو به خیر کوچک رهنمون کرده. خیر بزرگتر که درخت بود از بین بود. آیا خیر بزرگ همان درخته؟ میگیم نه، یه باغبانی هم وجود داره که از این درخت حراست میکنه که این درخت کرم زده نشه، این درخت مورد سرقت قرار نگیره، آب بهش رسیده بشه، خوش نشه. وگر اگر اون باغبان نباشه این درخت هم ممکن از بین بره. پس باز یک خیر مبنایی تری وجود داره که اون باغبانه. یعنی وجود یک باغبان خیر بزرگتری است از وجود درخت. وجود درخت خیر بزرگتری است از وجود میوه. نظام های استبدادی اون بخش اول رو در ذهن ما تاریک میکنن. میگن بفرما نانت آماده است، شرابت آماده است، کبابت آماده است، موسیقیت هم که هست. اما مسئله بر سر اینه که نان و شراب و اینها آزادی هاییست که ما داریم بهره میبریم. اما آزادی از قبل چیه؟ چون آزادی طیف خیلی گسترده ایه. مبنای آزادی قانونه. یعنی جایی که قانون به ما میگه ما چی رو نمیخوایم، چی رو باید انجام بدیم. آزادی در اون قانون معنا داره. اگه قانون به ما بگی که شما شراب میل کن، شما میتونید بگید. نان میل کن، شما میگید بله. چون قانون ملاک. از دل قانونه که آزادی ها بیرون میان. وگرنه آزادی معنا نداره، آزادی امتیاز. پس آن نان و شراب محصول آزادی است، آزادی محصول قانونه. حالا آیا خود قانون خیر اوله؟ میگیم نه. قانون هم مبتنی بر دموکراسی است. تفاوت بین احکام الهی با قانون در همینه که احکام الهی حاصل فکر یک موجودی است به نام الله یا پیامبر او که با هیچ کی مشورت نکرده، گفته از نظر من زن باید اینطوری باشه، از نظر من مرد مسلمان باید اینطوری باشه، مراودات اجتماعی اینطوری باشه، این گوشت رو بخورید، اون گوشت رو نخورید، اینو بنوشید، اونو ننوشید. از ما مردم که مشورت نگرفتیم. اما قانون حاصل خرد جمعی است، جایی که مردم تصمیم میگیرن، نمایندگان مردم تصمیم میگیرن. خب این قانون از دل چه فرایندی تبدیل شده به یک خیر؟ از دل دموکراسی. پس دقت بفرمایید، طرفداران استبداد، فرق نمیکنه چه دینی چه درباریش، وقتی شما مردم رو قانع کردن که نانت آماده است، شرابت آماده است، دارن شما رو به خیر حد اقلی قانع میکنن، در حالی که خیر حد اکثری اون دموکراسی است. در دموکراسی ما همه اینا رو داریم، تازه اضافه ترش هم داریم. وقتی خرد جمعی جامعه میگه آقا در پوشش آزاد باش، خب هممون آزادیم.
به دیگران آزار نرسو، کار خودت انجام بده. بسیار هم به همین دلیلی که در نظام های استبدادی شما 10 تا خیر دارید، بله، ما در نظام های دموکراتیک به جای اون 10 تا 20 تا خیر دارید. نخبش حرفشو میزنه، روشنفکرش حرفشو میزنه، احزاب آزادن، روزنامه ها آزادن. خب خیر من سلیمانی در این نیست که نان و شراب بخورم، که من میخوام محصول فکری من تبدیل بشه به کتاب. مگه شمشیر دست منه؟ مگه اسلحه دست منه؟ چرا من از اون خیر محروم میکنی؟ پس ببینید مسئله بر سر اینه، ما اگر نتونیم فکر بکنیم که خیر همگانه، الان جمهوری اسلامی میگه چیکار دارید؟ امنیت که داریم، امترین کشور خاورمیانه هستیم از نظر تبلیغات اینها. امنیت خیره، در این شکی نیست. ما هزاران خیر دیگر داریم که شما از ما محرومش کردید. وقتی صحبت از دموکراسی میکنیم برای اینکه به اون خیرها برسیم. مردمی که لیاقت 10 تا خیر دارن، شما 3 تاشو بهشون بدی، اونا رو مقبوم کردی، خسارت زدی بهشون. اگه ما مردم اینا رو نفهمیم، لایق شهروندی نیستیم. تمام دستگاه های فکری استبدادی سعی میکنن با مغالطات مختلف قوه فکر رو از ما بگیرن که یادمون بره خیر اصلی چیست. همه چیز رو ول کنید، این چیزهایی که ما به شما میدیم استفاده کنید، همین ها برای شما خوبه. بله درسته، اینا هم خیر ماست، ما بقیه هم خیر ماست که شما از ما گرفتید. این بسیار اهمیت داره دوستان. وقتی صحبت از خیر همگانی میکنیم، ذهن ما مردم به قدری توسعه یافته باشه که حاکمیت رو مورد پرسش قرار بدیم که اون هم خیر ماست، و اتفاقا اون خیره که ما از قبل اون به همه جا میرسیم. داستان اعانه دادن دیگه، یک سرمایه عظیمی ما داریم در یه بانکی، هر ماه میتونیم ازش سود بگیریم، یه کارخونه بسازیم، از قبلش درآمد داشته باشیم. یکی اومده گفته آقا این پولا همه رو بدید به من، من ماهانه یک این پول به شما میدم. میگه ما به پذیری مقبول نمیشیم، مورد قبن قرار نگرفتیم، ضرر نکردیم؟ قطعا ضرر کردیم، چون کلش مال ماست. اما شما اومدی بخشش رو گرفتی، یه بخش کوچیکشو به من دادی. بعد بعضا هم دیدم این کارشناسا میان میشینن خیلی راحت، چون ذهن منطقی استدلالی ندارن، جلوی کسی قرار بگیرن که این بحثای مغالطات و منطق و استدلال رو بدونه، یقشون رو میگیره، میگه عزیز من درسته، اونی که در آن زمان داشتیم و این زمان داریم اینا خیرن، اما ما خیرهای مهمتری هم داریم. در جهان غرب مردم با نان و شراب قانع نیستن، اونا به دنبال دموکراسی هن، چون میدونن از قبل اون بانک سرمایه مبنایی که هزاران چیز دیگر هم به دست میارن، علم و تکنولوژی به دست میارن، اندیشه های مختلف، سبک های مختلف زندگی. جان استوارت میل رژیم های راهزن رو دزد، رژیم های استبدادی رو راهزنان و دزدان فکر میدونه. چرا؟ چون معتقد من مستبد یک فکری دارم در ذهنم، یه جهان بینی دارم، یه علاقه ای دارم، این فکر رو من قبول دارم که مال خودمه. بعد بیان همه افکار دیگری که مغایر با منه، میگم شما باید دهانتون رو ببندید، قلماتون رو بشکنید، کتاباتون رو منتشر نکنید، فقط فکر من باید تو جامعه باشه. جان استوارت میل میگه در چنین حالتی بسیاری از کسانی که صاحبان اندیشه هستن و چه بسا اندیشه‌هاشون ممکنه درست‌تر باشه، مجبور به سکوتن، مجبورن حرف نزنن. مثلا آقای الف از ترس سلیمانی کتاب نمی نویسه. مثل این کتابی که نوشته نمیشه از ترس سلیمانی، مردم جامعه هم از اون میراث، یعنی اون اندیشه بی بهره میمونن، چون اون کتاب چاپ نشده. وقتی من نخبه‌ای رو اعدام میکنم، میکشم، روشن فکری رو میسوزانم که در قرون وسطا و عصر روشنگری به وفور ما اینها رو داشتیم، جامعه رو محروم کردم از یه فکر، همون فکری که ما
امروز تاریخ بشر نشان داده. 200 سال بعد رسیدن به اندیشه هایی که مثلا گالیله و کوپرنیک و دیگران گفته. 100 سال بعد رسیدن به اندیشه هایی که روسو و لاک و کانت و دیگران گفته. اگر دهان اینها بسته می شد ما از سرمایه ها محروم می شدیم یا نمی شدیم؟ لان استوارت میل معتقد رژیم های استبدادی اینگونه افکار رو می دزدن از نسل های الان و آینده. در بحث ابن خلدون ما عرض کردیم از عوامل انحطاط جوامع شمال افریقا و اندلس همین بود. یعنی ابن خلدون اشاره کرد که جامعه به نحوی بود که دیگه تولید ثروت یعنی در واقع اندیشه و دانش شکل نگرفت. وقتی علم و دانش شکل نگیره دیگه ثروتی هم رخ نمیده. جامعه پویا نمیشه. با سبک‌های مختلف زندگی آشنا نمیشه. من با سبک‌های مختلف جامعه رو ببینم. آقای الف، خانم ب، آقای جیم، خانم دال، اینا رو ببینم. بعد نگاه کنم ببینم یک انسانی از چه روشی استفاده کرده، چه سبک زندگی رو داشته که تونسته موفق بشه. برم به سمت اون. چه کسی خطا کرده؟ من از اون روش دست بکشم. وقتی سبک های زندگی رو شما یکسان میکنی، رژیم های توتالیتر کارشون همینه دیگه. سبک اسلامی، دانشگاه دانشگاه اسلامی، پوشش پوشش اسلامی، هنر هنر اسلامی، معماری معماری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی ما سبک دیگر رو قبول نداریم. اونا به درد ما نمیخوره. مبناش هم همون حسبنا کتاب الله است که ورد زبان مؤمنان بود. به واسطه اون آمدن در سرزمین ایران کتابخانه آتش زدن در مصر در جاهای دیگر. این اندیشه ها راهزن دانش و معرفت هم. مال و ثروتی رو از مردم می دزدن. اما این ثروت ثروت فکری است، ثروت معرفتی است. چرا ما در درون ایران متفکر نداریم؟ فکر کردی تا حالا؟ بده اینکه رژیم استبدادی است، اجازه نمیده کسی آثاری رو منتشر بکن، یا سانسور میکنن یا طرف رو تیکه پاره میکنن، میکشن. اونایی هم که حتی آثاری دارن این وضعیت رو میبینن میترسن. یا آقای احمد کسروی رو دیدی؟ میگه بله. میگه ببین سرنوشت رو هم مثل اون میشه. طرف اگه بتونه 4 تا کتاب هم بنویسه دیگه نمینویسه. این که در ایران ما از زمان ورود اسلام به این طرف که حداقل تاریخش برای ما روشنه آثاری تولید نشده به غیر از یک تک ستاره ها و تک چهره ها به دلیل اینکه فضا برای تولید ثروت فراهم نیست. یه اندکی در زمان سامانیان و دیگران که بعضا برخی از این پادشاهانی و سلاطینی بودن دوست داشتن کار هنر رو، دوست داشتن کار ادبیات رو، دوست داشتن شعرا و گروه های دیگر رو تحت حمایت قرار دادن، یه رشدی شکل گرفت. بقیه کجان؟ اونا احساس کردن آگاهی به مردم میتونه وضعیت اونا رو متزلزل بکنه، بنابراین جلو فلسفه رو گرفتن. شما باید بخونید آثار شیخ مفیدها و شیخ صدوقها رو در تحریم فلسفه چقدر روایت آوردن که متکلمان این مذهب سگان اهل دوزخ هم. کسی دنبال اندیشه نمیره. بر سر رازی ها چه آوردن؟ بر سر ابن سینا ها چه آوردن؟ بنابراین بسیار اهمیت داره که ما خیر عموم رو در نظر بگیریم. و خیر اون چیزی نیست که به شما داده میشه و شما اول خوشحالی. فرهنگ گدایی همینه، مشکل همینه که خوشحاله 50,000 تومان میخوان به من یارانه بدن. آقای احمدی نژاد میخواد 50,000 تومان به من یارانه بده. کسی سوال نمیکنه که خب با این پول کارخونه بساز، خیرش به همه جامعه برسه، مملکت رو آباد کن که خیرش به نفع همه باشه، همه ازش استفاده ببرن. با 50 تومانی که به من میدی خب داستان تمام شد، آمدم و خوردم و تمام شد. چیزی بکار که همیشه بشه خورد. ما دیگه به اونجاهاش نمیخوایم فکر کنیم.
خیرمون در اینه که همین الان یه چیزی به ما بده. اگه پدری به پسرش بگه پسرم خیر تو در اینه که بری یک فنی رو یاد بگیری که از قبلش همیشه در بیاری، میگه بابا یه ماهیانه چیزی به من بده، منو نفرست دنبال کار. از هان توسعه یافته در نزد مردم اینه که خیر اون علا یا اون خیر مبنایی رو بشناسن. نخبگان استبداد همیشه سعی میکنه ذهن شما رو منحرف بکنن. ما دموکراسی نمیخوام، سکولاریسم نمیخوام، اینا کلیشه مبتذله. نفت میفروشیم، یه پولی میاریم به شما میدیم، خب آقا نفت تمام شد دیگه چیکار میکنی بعدش؟ آیا اون جامعه نباید نخبه تربیت کنه؟ کشورهای دیگر با چای نفت به جایی نرسیدن، با ثروت، با دانش، با ایجاد امنیت، با شفاف سازی. مگه اروپا چای نفت دارن به غیر از حالا نروژ و برخی کشورها؟ نه، اما ثروتمندن چون تولید دانش میکنن، از دانش محصول میسازن به همون کشورها میفروشن. همون نفت در آوردنش از اون چاه ها حاصل کار دانشی است که اروپایی ها داشتن، همون هم ما نداشتیم. اگه اونا نبودن این نفت رو برای ما استخراج بکنن همونقدر پول هم نداشتیم. پس این دانش هست که بسیار پر اهمیته. بنابراین خواستم عرض کنم خیر همگانی رو تشخیص بدیم. فیلسوفان سیاسی معتقدن خیر همگانی اون ارزش های مبنایی است که از قبل اون همه جامعه منتفع میشن. شراب برای ممکن 4 نفر خوب باشه، دیسکو رفتن و کاباره رفتن برای 100 نفر خوب باشه، اما آزادی برای همه خوبه، دموکراسی برای همه خوبه، قانون برای همه خوبه. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما یه بازشناسی بکنیم این مفاهیم رو، چون متاسفانه بسیار از مفاهیم ما درگیر مناسبات استبدادی و دینی از بین رفت و یک عینک تاری جلوی ماست که همیشه با غرض و مرض داستان رو نگاه میکنیم. امیدوارم این برنامه مفید واقع بشه برای عزیزان که بدونن ما حب و بغضی نداریم، بس بر سر روشنگری است. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. برنامه لاک رو در آینده هم ادامه خواهیم داد. تا فرصت دیگر که در خدمت شما باشیم. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در